برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه ماشپلو هستش. مواد لازم: برنج 1.5 پیمانه، گوشت چرخ کرده 200 گرم، ماش نصف پیمانه، پیاز متوسط 1 عدد، زعفرون، نمک، زردچوبه و روغن به میزان لازم، پودر دارچین و پودر زیره هر کدوم 1 قاشق چای خوری، فلفل سیاه به میزان لازم. رو از 2 ساعت قبل خیس میکنیم، بعد از اون با کمی آب میذاریم که خوب بپزه. مقداری آب روی اجاق قرار میدیم، نمک بریزیم، وقتی به جوش اومد برنجی رو که از چند ساعت قبل خیس کردیم با نمک، آب نمکش رو بیرون خالی میکنیم و برنج رو به آب جوش و نمک اضافه میکنیم. بعد از اینکه ماش ها پخت، اون رو از صافی عبور میدیم و با برنجی که در حال جوش هستش مخلوط میکنیم تا خوب مخلوط بشه و در این مرحله است که ما دیگه برنج رو آبکش میکنیم، یعنی آخرین لحظه ما ماش رو باهاش مخلوط میکنیم. برنج رو آبکش کردیم، میایم مقداری روغن کف قابلمه قرار میدیم و طبی که مورد نظر اون حالا این لواف تشکیل زمین هست میذاریم کف قابلمه. برای اینکه طبی کنیم خوشتن بشه مقدار کم زعفرون بکشیم. بعد از این مرحله برنج مخلوط با ماش بهش اضافه میکنیم. این رو اضافه میکنیم، میان دارچین و زیره رو میریزیم، پودر دارچین زیره مقدار کمی زعفرون، بعد دوباره برنج رو میریزیم. وقتی کامل همه برنج رو ریختیم دوباره دارچین رو زیر روش میریزیم. مقدار کم زعفرون، کمی روغن زیتون یا هر روغنی که داشتیم. پس از اون حفره‌هایی رو ایجاد میکنیم که راحت تر دمش بیاد بالا. در قابلمه رو میذاریم، ابتدا حرارت بالا هستش تا زمان که بخار بیاد بالا. بخار که اومد بالا حرارت رو کم میکنیم. نیم ساعت بعد پلوی ما دم کشیده و آماده. آماده کردن کوفت ریزه های روی پلو، پیاز رو توی گوشت چرخ کرده رنده میکنیم. شما میتونید همینجور پیاز با گوشت چرخ کرده رو سرخ کنید و لای پلو قرار بدین، یا برای تزیین کوفت ریزه درست کنید و روی پلو قرار بدین. رنده کردیم، مقدار کمی زردچوبه، نمک و فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم و خوب اینا رو با همدیگه مخلوط میکنیم. وقتی مخلوط کردیم مقداری از گوشت رو برمیداریم کف دستمون به این شکل. البته وقتی سرخ بشه حجمش کمتر میشه. هر دو سمت گوشت ریزه رو سرخش میکنیم. پلوی ما آماده شد. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه رو آماده و میل بفرمایید و لذت ببرید. اگر لذت بردید ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.